آموزش. صدای آبادی. سلام شنونده عزیز برنامه صدای آبادی. تعداد هنگام زلزله دچار چه مشکلات میشن؟ باید شده بود که تا این حافظی خود عدز بده. علت این مشکلات کدام ها هن؟ مردم کدام نکات را هنگام زلزله در نظر بگیرن تا از خطرات زلزله تا حد زیاد در امان بانن؟ اگر پاسخ به این پرسش ها را میخواین بشنوین، برنامه ای هفته صدای آبادی را با من وحید صابر دنبال کنین. هیچ کسی نیست که از زلزله و یا زمین لرزه ترس و هراس نداشته باشه. بدون شک که اگر زلزله شدید و یا قوی باشه، سبب تخریب ساختمان ها و از بین رفتن انسان ها می گرده. چنانچه زلزله که در پکتیا، خوست و ننگرهار رخ داد، به اساس ارقام داده شده بر رسانه ها از سوی ریاست حوادث طبیعی، کم و بیش 1000 کشته و 1500 تن زخمی بر جا گذاشته است. تعدادی که خطرات زلزله را دیدن و شنیدن، سعی و تلاش می کنند که به زودترین فرصت به مکان امن خود را برسانند تا از خطر زلزله در امان باشند. اما گهگاه ترس بیش از حد و با عجله بیرون رفتن از ساختمان سبب بعض مشکلات میشه. یکی چی مشکلات از مردم میشنویم؟ اسم من نورالله، ولسوالی شکردره. یک دفعه نصف شب بود، پایین در لخک دروازه بند شد، افتیدم واقعیت، دستم اوگار شد. دوست ما که بود که در اثر زمین خطر زمین زلزله باید شده بود که تا این حافظی خود عدز بده که وار حتا شده بود به شدت دویده بود به این روز ای به خود نبود که چی میگویه چی نمیگویه ممو حادثه در این سرش آمده میره دیگه آل تکرار شده میره به این شکل بود. اسم احمد زکی از ولسوالی شکردر قریه دیقی ولایت کابل. وقتی زلزله شد و مولالای ما در خانه به خاطر که ترسی بود برآمد در دالیز در سرش خورد سرش که اوگار شد. تفلک داشتم 8 ماه بود در ساعت طفل بستر بودم برازی سیروم دیر کرد همی دکتر که نو زلیز برای زلزلش چیزی که مریض از پای و از دکتر از دویدن شروع کرد دست یک دکتر دروازه گرفت دیگه مریض کانولش برآمد خون شد دیگه مریض که برآمد بینیش اوگار شد چکشت خونا را کسایی که پای نداشت مان کسایی که پای داشت از اینا پس هم شدیدم که کسی خدا قلاچ کرد از اینا. به گفته ایده از مردم، گهگاه زلزله آنقدر قوی نبوده که سبب تخریب و زخمی شدن و یا از بین رفتن مردم شود. اما ایده از ترس و وحشت زلزله باعث ایجاد مشکلات برای خود و دیگران شده بودند. حال می‌خوایم بدانیم که علت این مشکلات کدام هستند. زلزله یک چیزی است که سبب مرگ انسان میشه. اگر فرار نکنی پیشش خانه سر انسان میشن، حتی فامیل آدم هم از بین میبره. به خاطر که ما زلزله زیاد جای را دیدیم، مثلا خوست و طرف پکتیا اینسا زلزله بسیار تخریبات کرده. یه غلطش است که مردم ناگاه یک دفعه از خواب میخیزن و دوک نمیدهی. بسیار خانه ها بسلن درده که واقعا باشه جور نشده، بی باعث میشه که وا بغلطن و خطرات جانیش به خاطر است. به خاطر که مثلا شو باشه در خواب وار خطا می باشن، کسی شاید از رازینه بفته است، زلزله خودش سام داره، به می خاطر ترس می خورم. اسم مرسل است. من می ترسم از زلزله که بسیار زیاد. زیر خانه نشم، زیر دیوال نشم. ما خود ما خانه مخامه است، من می ترسم که به منزله باشه بیخی من می ترسم. زیر کومی باشه خانه شون، از کوسر و سنگ چیزا نفته. دیگه می ترسم من زلزله. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه صدای آبادی هستین که در مؤسسه تعلیمی افغانستان نوشته و تهیه شده. اگر در مورد این برنامه و سایر برنامه های ما نظر و یا پیشنهاد دارین، به شماره تلفن 020-240-5101 به طور مستقیم با همکاران ما به تماس شوین. برنامه را که مشنوین در مورد خطرات زلزله اختصاص یافته. حال می پردازیم به ای که مردم کدام نکات را هنگام وقوع زلزله در نظر بگیرند تا بتوانند تا حد از خطرات زلزله در امان بانند. در ای باره نخست به حرفای دو تن گوش می دیم که به تعقیب آن همکار ما میراقای اعتبار تجربه چند تن دیگر را هم با ما شریک می سازند.
اول که کوشش زیرک ورحتا نشی میکنیم، برای که ما بتانیم زلزله را به شکل درست مدیریت کرده بتانیم، باید به شکل فایل استفاده شده بیرون برایم. ما در قسمت های پیش در روزه زدتر استفنیم چون کنجا استحکام بیشتر داره و میبینیم که در زلزله همه جای میغلطه، به غیر از این پیش های دروازه تا این در تلویزیونک میده باشه در پیش دروازه ویجا کستا نمیغلطه، چون استحکام ازش بیشتر میباشه. به مخاطر نزدیک کلکین نیست، چون که کلکین خودش یک شیشه است، ولی نزدیک دروازه خود میکنیم باز استاستاستا و نوبت بیرون میبریم. درست است که در زمان که استرس می داشته باشه که باید زود کرده بره، ولی شاید قدر خطرات نباشه که ما اگر همه گیما بدهیم بازی خطرات زیادتر به ما می باشه. نامم نجیبه. در وقت زلزله که زلزله شوه سر دختر رو سنو صدا می کنیم که بخیزه اشتکاین تان بگیره، بره در بیرون از شوشا جانتان نگاه کنی، از دیوال جانتان نگاه کنی، بره در ایت جا استاد شوه که نه شوشا در جانتان بخوره، نه دیوال سرتان چپه شوه، نه نیال و درخ سرتان چپه شوه. دیگه ور خطا نشه که نفت یک را پایتان نشکنه، دستتان نشکنه، رویتان زخم نشب. با اتیاد بره کلمه تان بخونی به ایلی خدا استاد شوید. خانه ما پخته است. فضل خدا باز به خود متوجه می باشیم. هر کس حفاظت خود می کنه. نامتان رو بگوین؟ اسم مرازی است. چی نکاتی هست مهم که انگام زلزله برای اطفالتان گفته باشین که نکات در نظر بگیرن تا برای خودشان یا برای کسی دیگه ضرر نرسانن؟ اما نکاتی که برای خود ما گفته شده بود که باید در وقت زلزله باید از جایی که ساختمان قدیمی می داشته باشه یا شکست می داشته باشه، در این قسم وقتا باید از داخل ساختمان یا مو خانه که زندگی می کنیم بیرون برایم. ما وقتی که از خانه بیرون میشم در داخل اولی موقعیت را به خود انتخاب میکنم که مثال از ساختمان کمک دورتر باشه، خدای نخواسته اگر خانه چپه شوه و بشینه از او یک ذره کمتر باشه، جایی که مثال پای برق باشه یا لینای برق باشه، اگر خدای نخواسته سیمای برق خطا بخوره و در او قسمت هم مستاد نمیشیم. بر اطفالتان چه قسم آموزش دادین که انگام زلزله او نکات در نظر بگیرن؟ قسمی گفتیم که اگر میرین در او قسم جایی که مثال چند منزل میباشه زلزله میشه، زیر چوکات دروازه که ستومای بساب خانه میباشه یا کنج اون اتاق، شاید که خطراتش کم باشه، ضررش کمتر برسه بر از اون طفل. نامتان میگین؟ نامم سامره است. در رابطه به می صحبت بکنین که انگام زلزله میشه به خاطر از اینکه خدا نخواسته دوچار مشکل نشین، بر اطفالتون کدام نکات آموزش دادین؟ من بر اطفالم گفتیم وقتی که زلزله میشن حداقل دورتر از خانه که صحنه اولی میشه باید خدا بکشن برن موجستات شون تا که زلزله ختم شه، که خدای نخواسته خانه چپه نشه یا کدوم دیوال چپه نشه که سبب مرگشون نشه. و اطفالای خود گفتیم وقتی که مبرای نجله نداشته باشین نوبت بدین و بسیار راحتی برن در روی اولی چون از خطر بچه. و طفلکایی که خورد داریم در خانه و چون گپ نمیفهمن و نمیتونن که بیرو براین، و را خود ما کمک میکنیم، در بغل خود میگیریم یا ما یا پدرشان میکشیم بیرو، مشکل نیست. طفلای کلان خودشان میبره. و در جایی که بلند منزلا میباشه به طفلای خودی نمیگه پا میگیم بچیم دورتر استاد شوین که چون شیشا میده نشه اوگار نشین یا زخمی نشین دورتر استاد شوین. چندین بار که زلزله شده که این نکات که ما من نظر گرفتیم تا حالا به خودم یا به اولاد ما خودم صدمی نرسیده. شهباز صبری کارمند مسئولیت با تایید حرفای مردم به بعض نکات مهم دیگه هم اشاره میکنه که مردم از خطر زلزله در امان باشن. اگر هموطنای عزیز ما در آپارتمان ها زندگی میکنن، اینا اولین کاری که میکنن این است که آرامش خود حفظ بکنن، به اطفال خود روحیه بدن، چون زلزله بسیار کوتاه است، در حد چند ثانیه و در نهایت بسیار طول بکشه، یک دقیقه یا دو دقیقه می باشه. اولین کاری که میکنن جای برای پنهان شدن پیدا بکنن. بهترین جای برای پنهان شدن در خانه ها حتما اینا میزهای بسیار خوبی طعام خوری دارن، تخت های بسیار خوبی دارن، اینا بتونن در حالت زلزله در زیر از جای بگیرن خود محفوظ نگه بدارن، یا در راه روا و زینه ها هستن عاجل خود به محل تاقی که ما مثلا بر در درآمد برش میگیم، یا اگر کتابخانه ها جایش خالی باشد در اونجا خود جای بگیرن و در حالت زلزله میتونه که یک پناهگاه بسیار خوبی باشه. هوش کنن که در این تو یک حالت به آشپزخانه سر نزنن، به تشناب سر نزنن، به حمام خانه سر نزنن، به خاطر از اینکه آشپزخانه یکی از دلایل بدیش ای هست که طعام خوری، قاب،
پیشقاب، کاسه های کلاد و خرد و بزرگ در اونجا هست، در هنگام زلزله و بسر از یا فرود میه، خدای نخواسته زخمی میشوند. گپ دومی که در آشپزخانه هایی است که گازها هست، ممکن در امیت یک حالت حرکت ها بسیار سنگین شود، اینا به حرکت بیاین اوتوماتیک در بگیرن، قربانی ایت یک حالت نشن. اطفال خو هیچ چیز نمیفهمن از زلزله، شما حرکت های را انجام نتین که باعث ای شود که اطفال به وحشت بیاید. اما گوشه خانه که قبلا در تعمیر هم یاد کردم میتونه در خانه خامه هم قابل تطبیق باشه. اگر 4 نفر هستن، 5 نفر هستن، بسیار کوشش کنن که در درآمد خود عیار بکنن. هنگام خواب اینا کوشش بکنن که در قسمت طرف دیوال بخوابن و دیوالی که طرف کلکین نباشه. اولین کاری که شاگردا در مکتب در افغانستان میکنن این است که هنگام زلزله عاجل خود به زیر میز بکشن و به زیر چوکی بکشن. یادتان باشه زمان پس لرزه ها اگر میبینین که دنباله دار شد، حداقل باید 2 دقیقه میگن صبر بکنم. در صورتی که احساس خطر موجود میباشه، اینا میتونن تا 15 دقیقه تا نیم ساعت هم صبر بکنن. زلزله بدون اطلاع قبلی گاهی شدید و گاهی هم ضعیف رخ میده. زلزله زمین را به طور ناگهانی در هر زمان، روز و یا شب میلرزانه که بعضی اوقات باعث کشته و مجروح شدن افراد و خسارات هنگفت برای مردم میشه. گاهی زلزله اونقدر هم شدید نمیباشه که مردم از ترس زخمی و یا از بین رفتن عجله میکنن و سبب زخمی شدن خود و دیگران میشن. ایده هم بدون تدبیر قبلی که هنگام زلزله از کدام راه و در چه مکان قرار بگیرن و برای کیها اولویت بتن تا از خانه بیرون شوند دچار مشکل میشن. چنانچه زمین شناسان میگن کوشش کنین که هنگام زلزله در جای امن پناه ببرین. اگر در آپارتمان زندگی میکنین و پایین آمدن برتون خطر داره، سعی کنین که در خانه زیر میز محکم قرار بگیرین و توسط اسباب مناسب از خود محافظت کنین. همچنان میتونین سر و صورت خود را با کمک بازوان خود بپوشنین و در گوشه از خانه کنار ستونها قرار بگیرین و یا اگر در بستر خواب هستین توسط بالش سر و صورت خود را محافظت کنین. اگر در خانه های خامه زندگی دارین و میدونین که با اندک لرزش امکان چپه شدن خانه میره، از قبل جای مناسب را تعیین کنین و برای همه اعضای خانواده بفهمانین که هنگام زلزله بدون صدمه رساندن به یکدیگر خود را به آن محل برسانند. با توجه به این نکات تا حد می توانیم از خطرات زلزله در امان باشیم. شنونده عزیز، برنامه را که شنیدین همکار ما میراقای اعتبار در مؤسسه تعلیمی افغانستان نوشته و تهیه کرده بود. اگر میخواین این برنامه و سایر برنامه‌های تعلیمی ما را هم بخونین و هم بشنوین، با صفحه اینترنتی ما که tajala.af است سر بزنین.